بسیار. در این بامداد روز شنبه به وقت تهران، به وقت ایران در کنار شما هستم. سپاس از اینکه این شعله میهن پرستی رو زنده نگه داشتید. من خوشحالم تا پیش از اینکه این حرکت رو از کلاب هاوس آغاز بکنیم و این مانیفست براندازی رو ارائه بکنیم و بیایم حول این، چون من چند تا پنجره مختلف دارم، هم کلاب هاوس هم یوتیوب، اینا رو حواسم باید باشه، گاهی اوقات باید به این ور اونور نگاه کنم. تا پیش از اینکه این حرکت رو ما روی کلاب هاوس آغاز کنیم و بیایم این مانیفست براندازی رو ارائه کنیم، بیایم این نگاه جدیدی که بوده رو عرضه کنیم، من واقعا احساس تنهایی میکردم، خیلی احساس تنهایی میکردم. ولی از وقتی که این پایگاه مردمی رو، این گروهی از شهروندان رو تونستیم حول این جریان فکری هم هدف کنیم و مصمم بشیم که جامعه رو به سمت مقصدی که این جریان فکری نشون میده هدایت کنیم، اون احساس تنهایی خیلی الان کمتر شده، خیلی کمتر. تصمیم دارم که امروز مانیفست براندازی رو تبیین کنم. قبلا بهش پرداختم ولی هیچ وقت عنوان یک برنامه مانیفست براندازی نبوده. میدونید دوستان، اصلاح طلب با وجود اینکه این گفتمان اصلاح طلبی آوردن، در تمام این 24 سال هیچ وقت نتونستن یه مانیفست اصلاح طلبی اسلامی خودشون رو ارائه بدن. اینو نمیدونم میدونید یا نه. با وجود اینکه تلاش خودشون رو کردن، خیلی تلاش کردن، ولی مانیفستی نتونستن ارائه بدن. و این خیلی مهم بود که ما از پارسال تا امسال کاری که تونستیم بکنیم این بود که با یک دیالکتیک، با یک روش های مدل سازی نظری، تونستیم با مشارکت یک سری عزیزان میهن پرستی که دانش و مهارت های لازم برای مدل سازی نظری رو داشتن، تونستیم بیایم یه مدل نظری ارائه بدیم برای براندازی. ببینید، گفتمان خودش شکل نمیگیره، برخلاف اینکه بعضی فکر میکنن که گفتمان یعنی گفتگو. خب گفتمان که گفتگو نیست، گفتمان یعنی جریان فکری، یعنی یه چارچوب نظری که از اون چارچوب، از اون قاب تو میتونی واقعیت بیرونی رو ببینی. یعنی از اون چارچوبی که وجود داره، من نمیدونم، یه چارچوبی دور و برم نیست که نشونتون بدم. فرض کن الان یه چارچوب تخیلی اینجا داریم ما و من از توی این قابه که دنیا رو میبینم. این گفتمان قاب منه، ایدئولوژی منه، جهانبینی منه، چارچوب نظری هستش که از اون چارچوب، از اون قاب به دنیای بیرونی نگاه میکنم، یعنی واقعیت بیرونی رو میتونم بهش معنا بدم، توضیح بدم. تو اگه جریان فکری نداشته باشی، نمیتونی مردم رو حول چیزی جمع کنی، مردم حول جریان فکری جمع میشن. اون دوره گذشت که یه نفر کاریزمای بزرگ داشته باشه، خیلی جذابه داشته باشه و مثلا چند میلیون نفر بیان حول یک نفر جمع بشن. اون دوره دیگه در قرن 21 در کشورهای توسعه یافته اصلا محلی از اعراب نداره. کاریزما در قرن 21 در دهه سوم قرن 21 جاش توی صنعت سرگرمی، انترتینمنت اندستری، صنعت سرگرمی، توی فروش، توی تبلیغات، افراد کاریزماتیک رو استفاده میکنن برای بالا بردن فروش. در قرن 21 گرد هم اومدن بخشی از شهروندان حول یه جریان فکریه دیگه، حول یک فرد، یک خمینی، یک هیتلر، یه نمیدونم چی نیست. اون دوران گذشته. برای همینه که الان شما افراد کاریزماتیک رو میبینید تبدیل میشن مثلا به یک روانشناسی که پرفروشترین کتاب سال جهان رو فروخته، همه دوستش دارن، فالو میکنن. ولی آیا اگر اون الان اعلان کنه، بگه که من میخوام مثلا یک جریان اجتماعی را بندازم که جامعه رو تغییر مسیر درش ایجاد کنه و به صورت بنیادین یک انقلاب قرن 21 بسازه، آیا اون مردم بهش گوش میدن؟ نه، مردم از کاریزماش، از حرفاش مثلا در زمینه روانشناسی خوششون میاد. یا مثلا فرض کنید که یه خبرنگار خیلی معروف که 300-400 هزار تا دنبال کننده داره، اون دنبال کننده ها خدمات خبری رو دارن دریافت میکنن. اون دنبال کننده ها
هم هدف نشدن حول یه جریان فکری و مصمم باشن که کشور رو یا جامعه رو به سمت اون مقصدی که این جریان فکری داره نشون میده هدایت کنن. یعنی یه نقطه الف داریم که الان جامعه توشه، بعد یه نقطه ب داریم که یه جریان فکری که توی جامعه اومده داره نشون میده، میگه جامعه رو باید ببریم به سمت اون نقطه ب. اینجا این نقطه ب ماست. خب این نقطه ب رو کی نشون میده؟ اینو جریان فکری نشون میده. اگه جریان فکری نباشه، اگر یه گفتمان به معنای چارچوب نظری که نشون بده بگه آقا یه مقصدی ما میخوایم داشته باشیم نباشه، تو چیزی وجود نداره، محوری وجود نداره که بخوای حولش گرد هم بیای و بعد بخوای جامعه رو به سمتش ببری. باور کنید طوری که من توضیح میدم طوری هستش که شما اگر هیچ گونه معلومات پیش زمینه ندارید، مثلا شما الان یه متخصص قلبی، اصلا علوم انسانی نخوندید، نه مایکل کرانین میدونید، نه خورخه رویز میدونید، نه فوکو هم که مثلا مال عهد بوق بود، فوکو دیگه الان اصلا تو دانشگاه جهان امروز محلی از اعراب از نظر بحث تاریخی داره. یعنی میشل فوکو رو کسایی که میخونن، این دوستان پیرپاتال بدونن عزیزان، من سنگرا نیستم خب، ولی پیری علمی، پیری علمی اینه که کسی که سواد دانشگاهی قرن 21 نداره تا بحث دیسکورس میشه از فوکو صحبت میکنه. فوکو به ادبیات تاریخی پیوست، به ادبیات علمی پیوست، به ادبیات، به لیترچر پیوست. برید بخونید از سال 2000 به بعد، از سال 2010 به بعد اصلا همه چی به صورت بنیادین تغییر کرده. مثل این میمونه که مثلا ما الان برای که بفهمیم که چجوری عمل قلب باز انجام بدیم به متون پزشکی 20 سال گذشته رجوع میکنیم، بعد به این نفر بگیم چجوری عمل قلب باز انجام بدیم، بگیم برو ببین افلاطون چی گفته، برو ببین ارشمیدس چی گفته. بابا چی دارید میگید شما؟ یه چند تا جوون بیارید که درسی خونده باشن تو دانشگاه درست جهان حرف بزنن، انسان منفجر نشه. حالا من اسم نمیارم کیو دارم میگم، ادعاش هم میشه دکترا داره، نمیدونم چه میدونم، داره در دانشگاه خوب درس میده اینا، ولی واقعا سوادی سواد قدیمی، باشون صحبت میکنیم درک درستی ندارن از اینکه از سال 2000 تا 2021 چه تحولات بزرگی تو جهان اتفاق افتاده. خیلی فرق کرده، خیلی همه چی فرق کرده تو این 20 سال اخیر. 30 سال پیش شما تصور نمی کردی که یه قطعه دستت باشه، قطعه فلزی، نمیدونم لاکی، هرچی پلاستیکی هرچی هستش، و راه بری تو خیابون و صحبت کنی صدای کسی رو بشنوی. حتما باید تو تصورت این بود که یه سیم باید بهش بس باشه و به جایی بس باشه. الان یه سری بدیهیاتی تغییر کرده که همه جامعه فرق کرده. خب قبل از اینکه وارد بحث گفتمان بشم و مانیفست براندازی رو که اون زمان حدود 12 ماه پیش ارائه کردم، باورتون نمیشه شاید، خیلی ها فحاشی میکردن، میگفتن تو چه حق داری مانیفست براندازی رو ارائه کردی؟ من میگفتم خب اگر میخواد ارائه کن خب شما ارائه کن، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، این یه بحث نظریه. خب من یه تزی رو ارائه کردم، تو مخالفی باهاش، آنتیتزشو بذار جلوش، از برخورد این تز و آنتیتز یه سنتزی به وجود بیاد. دیالکتیک هگلی اصلا اینه، نه آنتیتزی نداریم، ولی تو هم غلط کردی که آیه پیام فضلی، شما غلط کردید که اومدی مدل نظری دادی. تو کی هستی که مدل نظری دادی؟ آقا من نمیام ادعا کنم بگم کی هستم کی نیستم، 12 ماه صحبت کردم، نگفتم که رزومه دانشگاهیم چیه، ولی همون ایران بودم، 2 تا دانشگاه مطرح ایران درس میدادم، اینجا هم که عضو 2 تا کمیته پژوهشی عالی ترین دانشگاه جهانم، هم عضو کمیته Human Research Ethics Committee یعنی کمیته پژوهشی اخلاق در پژوهش های انسانی، ethics در پژوهش های انسانی، دارای رأی هم هستم، عضو مثلا افتخاری اونها نیستم، عضو دارای رأی هم. در دانشگاه ملبورن هم، هم در دانشگاه RMIT. چیکار باید بکنم که مثلا یه محلی از اعراب داشته باشم؟ دقیقا شما چیکار کردید که از من مثلا رزومه پژوهشیتون بیشتره؟ چون من مثلا 39 سالمه، تو مثلا 60-70 سالته، مثلا تو به نظر خیلی کار درسته؟ به خدا من اگه 60-70 سالم بود در تمام 60-70 سال مانیفست که چه عرض کنم، مدل نظری که چه عرض کنم، حتی یه بحث نظری تو زندگیم نکرده بودم، کلن اصلا محو میشدم، در افق میرفتم. بعد تو اومدی داد میشه استاد دانشگاهی که نیستی واقعا،
اونی که باید بدونه خودش میدونه، حالا هم بیننده رو میگه این داره در مورد کی صحبت میکنه، اونایی که خودشون باید بدونه خوب میدونن، همه صحبت های منم میان گوش میکنن. دقیقا من صحبت میکنم 24 ساعت بعد حرفای من توی رومای کلاب هاوس و توی تحلیل های ایران اینترنشنال و ایناست. ببینید به خدا من صحبت میکنم، یه مدل نظری ارائه میکنم، 24 ساعت بعد دوست عزیزی که یه زمانی خیلی دوست بود و نمیدونم از یه جایی به بعد ترجیح داد که دوست نباشه، میره ایران اینترنشنال، عین حرفای 11 ماه پیش منو که حرفای من ضبط شده است، طوری نیست که کسی حرفای منو به نام خودش سند بزنه، اشکال نداره خوبه، من فقط میترسم که اگه یه بار من سکته کردم افتادم شما لال بشید، عین حرفای منو که با معترض نمیشه براندازی کرد با برانداز میشه براندازی کرد، میره در ایران اینترنشنال میزنه. خب فدات شم عزیزم، من نمیگم بگو من گفتم، ولی تو که به نوعی مثلا دانشجوی من هستی، تو که حرفای منو تکرار میکنی، قاعدتا باید یه دوستی با من داشته باشی، نه اینکه حرفای منو تکرار کنی ولی خود منو نفی کنی. اکانت فیک بسازی بیای توی زیر برنامه من توی یوتیوب، برنامه چهارشنبه، خب نوشته خاک تو سر این شبکه که یه تاریخدان و متخصص نمیاره، یه بچه رو میاره رو اینترنت بخونه. من در برنامه پنجشنبه صبح ساعت 8 صبح تهران پژوهش خودمو که خودم ترجمه کرده بودم از متن انگلیسی دارم میخونم. عشقم نابغه، بعضی میگن چرا دست میاری تو دوربین، اصلا مدل منه، کرکتر منه، اسلام به انگلیسی میگن ترید مارک، ترید مارک منه، کی دستشو میاره تو دوربین، کار منه دیگه بابا، کار کاراکتریستیک فیچر ها، ترید مارک ها، این کاره که خصوصیت شخصیه، اینا رو یه عده میگن که خوب نیست. کسی با اینکه من دستم میارم تو دوربین مشکل داره؟ الان من دارم میبینم دوستان میگن مشکل ندارن، خوششون نمیاد. ببینید من یه سری کاری آوردم تو برنامه تلویزیونی که کسی انجام نمیداد. خب این کارا یکیش اینه. خب بابا چه خبرتونه؟ میدونی حالا من اون چی میگم، میگم به جای چه خبرتونه میگم بابا تو که تا همین دیروز اصلا توی این بحثا نبودی. اومده میگه که یه بچه رو میارن رو اینترنت بخونه. فدات شم. اولا من اگه بچه بودم افتخار میکردم که بچه هستم. بچه بودن یه مقامی که هر کسی بهش نمیرسه. ما همون بچه هم نیستیم و بچه هم تو باش. ولی اون چیزی که تو میگی که فیک هم هست، نوشته آر ام، یعنی حاضر نیست مشخص باشه که اسمش چیه. البته میدونم کیه ها، اونم میدونه که من میدونم کیه. خجالت آوره اگه بدونید کیه، خجالت آوره، منم که نمیخوام بگم کیه. اگه خودش دوست داشت خودش بیاد بگه، بیا بگو کی هستی، عمو ببینه رفته کامنت داده توی یوتیوب تو برنامه پنجشنبه صبح، میگه که بچه رو میارن رو اینترنت بخونه. عزیزم اگر اون حرفایی که من در برنامه‌ام زدم در وبسایت وجود داره، بیاد نشون بدید بفهمید. اونا رو من ترجمه کردم، رفتم 8 تا کتاب رفرنس دانشگاهی رو پیدا کردم، خط به خطش رو از انگلیسی قسمتایش رو برگردان انجام دادم، ترجمه کردم، گردآوری کردم، رفتم پژوهش کردم. متوجه هستی؟ اصلا حرفایی که من زدم کسی تو زندگیش نگفته بود، به خاطر اینکه اینا میترسن که بیان یه چیزی بگن در مورد دستگاه تشیع به هم میریزن. این از این. خب این که پس حرف اشتباهی بود و میگه متخصص نمیاره. من چیکار باید بکنم که از اون جایگاه آکادمیک یا دانشگاهی که شما دوست داری برخوردار باشم؟ متخصص به کی میگی؟ دانشگاهی به کی میگی؟ در دانشگاه 12 جهان 4 ساله جدا از شغل اصلی خودم، 4 سال عضو عالی ترین کمیته پژوهشی دانشگاه، اسمم هم هست تو دانشگاه ملبورن، بزنین پیام فضلی تو وبسایت دانشگاه ملبورن میاد، مثل بعضی نیستم که میگن نمیدونم فلان دانشگاه هست ولی اسمشون میزنی نمیاد. آقای یک آقایی از یک گروه و دسته ای اومده زیر برنامه پنجشنبه 8 صبح تهران نوشته بچه بیا پایین، کم یک حرف رکیکی زده،
به گوسرمون درد گرفت. این آقا دست راست یک فردی است که مدعیه که دکترا داره در دانشگاه های مطرح جهان، غیر اسمش هم در هیچ دانشگاهی نیست، هیچ تز دکترایی هم به نامش ثبت نشده. عزیز دلم، من که جای تو رو تنگ نکردم که بچهاتو افسارش رو رها کنی بیان زیر لایو برنامه من فحاشی کنن. من چند بار اومدم زیر لایو تو یا در برنامه تو به اساءه ادبی کردم. چرا اینقدر بچه اید؟ خجالت نمیکشی مرد حسابی؟ بعد میگی تلفن من نداره به من زنگ بزنه. برای چی بهت زنگ بزنم؟ آقا شما از ما نکن، شما به ما حمله نکن، من هیچ کمکی از کسی نمیخوام. از روز اولی که من اومدم توی این فضای کلاب هاوس، از قبلش هم تویتر بودم ولی با اسم و فامیل و شخصیت حقیقی خودم اومدم توی فضای کلاب هاوس، محکم اومدم گفتم آقا من اینم، اگر یه دروغ از من دیدی بیاید بگید، من میرم اصلا کلا. تمام تلاش میکردن تو 5 ماه اول 6 ماه اول هیچ دروغی از من پیدا نکردن، چون هرچی گفتم راست گفتم. اگر در کودکی توی اهواز، تو حومه اهواز، تو کوچه های داغون خاکی و گلی، تو خونه نیمه کاره بزرگ شدم گفتم، اگرم الان توی ملبورن استرالیا تو این 4 سال به یه موفقیت رسیدم، عین واقعیت گفتم. دلیلم داره که من موفقیت رو میگم، به خاطر اینکه نشون میده که اقشار فروده است که در ایران فروده است نگه داشته شدن، فرومایه نیستن، سرمایه‌ان. به محض اینکه فضای پیدا کنن که بتونن رشد کنن، به این رشدی میرسن که یک کس ساده مثل من رسیده. دقت میکنه؟ میلیون ها میلیون میلیون ها پیام فضلی هست الان در کوچه های خاکی و گلی و حومه های شهرها، در خونه های نیمه کاره، در زاغه ها. فرصت نداشتن خودشون رو نشون بدن. تحت یه نسل کشی اسلامی هستیم ما در ایران. حالا عزیز دلم، شما ادعات میشه که یک کنگره ملی تشکیل دادی، خجالت نمیکشی؟ خجالت نمیکشی بچه تو میذاری توی برنامه زنده تلویزیونی من بیان فحش رکیک بدن؟ شرم نمی کنی از خودت؟ اینم میهن پرستمون. آقا تو میهن پرستی، تو براندازی، برو براندازی تو کن، برو بچه ها رو بفرست برن خامنه ای رو بزنن، سپاه تروریستی پاسداران رو بزنن، مبانی عقیدتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، قدرتت 100 برابر میشه. پیام فضلی جا تو تنگ نکرده. اینم از این آقا که اومده و یه همچه حرف زشتی زده تو اون برنامه هفته پیش، پنجشنبه 8 صبح. یه دوست دیگه ای آمده که مسلمان هستش، خیلی به هم ریخته و میگه که مشخصه که مطالعه ندارید. اولا شیخ صفی الدین سنی بوده است. چه ربطی داره عزیزم؟ منم براش نوشتم، کامنت گذاشتم، گفتم عزیزم بیا، شیخ صفی الدین سنی بوده؟ شیخ صفی الدین که میگی سنی بوده، عزیز دلم برو یک مطالعه درست بکن، مطالعه دقیق بکن. 167 سال بعد از مرگ شیخ صفی، 167 سال بعد از مرگ شیخ صفی، اسماعیل یکم میاد به سلطنت میرسه. 167 سال میدونی چه فاصله عظیمیه؟ و از 167 سال قبل از به سلطنت رسیدن اسماعیل، این سلسله آخوند شیعه بوده. به ترتیبم براش نوشتم ها. پدر اسماعیل اول کی بود؟ شیخ حیدر صفوی بوده، شیعه دو آتشه، آخوند شیعه بوده. پدر شیخ حیدر کی بود؟ شیخ جنید صفوی بود، یک آخوند شیعه اصلا دو آتیشه. پدر شیخ جنید کی بود؟ شیخ ابراهیم صفوی بود، یه شیعه باز دوباره شیخ بود، آخوند بود، آخوند. پدر این که رسیدیم، پدر شیخ جنید کی بود؟ خواجه علی سیاه‌پوش بود که اصلا لقبش ولی فقیه بوده، یه شیعه افراطی آدم میکشته بابت شیعه. پدر خواجه علی سیاه‌پوش کی بوده؟ شیخ صدرالدین موسی بوده، اونم آخوند شیعه.
یعنی از پدر بزرگ جد اسماعیلی یکم آخوند شیعه بودن. و تو میری برای اینکه اثبات کنی که صفوی شیعه نبوده و وقتی اومده رفته از لبنان آدم آورده، دست به دامن این میشه که برگردی 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 به 167 سال پیش از به سلطنت رسیدن صفوی و بگی یه نیایی داشتن که سنی بوده. خب خسته نباشی، شما هم همتون برید برگردید مثلا به چند قرن پیش، یه نیایی داشتید زرتشتی بوده، پس یعنی شما زرتشتی هستید؟ چه استدلالیه وقتی نمیدونی توی 167 سال چی گذشته، وقتی با معلومات بادکنک بوهی میاید وسط بحث، مثل کسی میمونی که هول هولکی از خونه اومده بیرون میپره وسط یه بحثی، بعد یه دفعه یادش میاد که شورت پاشه، هنوز لباس نپوشیده، یه نگاهی به خودش میگه آقا من شورت پامه، و بعد میگه خون لباس بپوش. آقا برو لباس بپوش بعد بیا وسط بحث، برو لباس خرد بپوش، لباس دانش بپوش. حالا من لباس خلبانی مو پوشیدم، ولی تو برو لباس خرد بپوش. 167 سال بازه زمانی تا رسیدن به سلطنت صفوی رو نمیدونی چه گذشته، برمیگردی به دو قرن پیشش، میگی دو قرن پیش نیاشون سنی بوده. خاصو نباشی، چند قرن پیش برگردی نیای هر کسی یه چیز دیگه بوده. اساتی نوابغ برگردیم. حالا مسئله دوم بحث رو بگیم، دوم این مال قبلی ها بود. ببینید عزیزان، ما یک مانیفست برای براندازی ارائه دادیم، گفتیم براندازی حرکتی است اجتماعی نه نظامی در ایران امروز با پیشفرض حفظ یک پارچگی خاک ایران برای گذار از دستگاه کشورداری کنونی و برقراری دو اصل: یک، جدایی دین از هسته های قدرت; دو، تضمین حقوق اساسی شهروندی قرن 21 برای همه ایرانیان. هیچ خواستی از براندازی نیست که توی این مانیفست گنجانده نشده باشه. یک، ببینید پیشفرض شما حفظ یک پارچگی خاک ایرانه. پیشفرض شما اینه که میگید که هر حرکتی به سمت براندازی که این پیشفرض رو تأمین نکنه در حقیقت براندازی نیست. وقتی پیشفرض رو میذاری با پیشفرض حفظ یک پارچگی خاک ایران، یعنی هر روشی که این پیشفرض رو نقض کنه جزء مقوله براندازی به حساب نمیاد. براندازی براندازی ساختاره. از واژه‌ای که یکی از اولین مدخلهاش از دیوان حافظ میاد: اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. بنیاد غم رو برمیاندازیم. آیا بنیاد غم رو با کلاشنیکوف برمیاندازیم؟ نه، بنیاد غم رو با عزم ملی، با عزم میهنی، با یک پارچه شدن، با گرد هم اومدن این میهن پرستا گرد یک جریان فکری و مستقر شدنمون در حاکمیت، حاکم کشور خودمون میشیم. براندازی اصولاً حرکتی است ایجابی، مثل گذار سلبی نیست. گذار سلبیه، گذار میگی که بذار گذار انجام بشه. ما میتونیم در فارسی اصلا فعل لازم متعدی داریم، میتونیم بگیم من گذار را کردم. گذار شدن، گذار انجام میشه، گذشت. علی گذشت. میتونم بگم علی چه کسی را گذشت؟ اساتید نوابغ و سمانتیکس رو حتما لازم نیست مثل من تو دو تا دانشگاه درس میدادید تا بدونید سمانتیکس چیه، بهش فکر کنید. گذار، عبور. میتونم بگم مثلا من تو رو عبور کردم؟ نه، من عبور میکنم. عبور یک حرکتی نیست که رو کسی انجام بشه، ایجاب نمیکنه، سلبیه. تا
تو هیچ کاری هم که نکنی گذار انجام میشه. چرا؟ چون زمان گذر میکنه. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس. میتونم بگم عمر علی رو گذر کرد؟ نه، عمر گذر کرد. فعل لازم متعدی داره، به انگلیسی میگیم transitive intransitive. transitive یعنی گذاری، یعنی گذار میکنه به یه مفعول. intransitive گذار نمیکنه، فقط خودشه. گذار ایجاب توش نیست، میگه بمونیم تا حالا این رژیم گذر بکنه، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم که گذار انجام بشه. تو گذار رو نمیکنی، من گذار کردم، من گذار رو کردم، من براندازی رو میتونم انجام بدم. براندازی فرقش با گذار اینه که برانداز داعیه حاکمیت بر ایران داره. برانداز میگه من حاکم کشور خودم هستم، من داعیه حاکمیت بر ایران دارم. تو کی هستی که بری اونجا حاکمیت کنی بر من؟ اسلام در هستای قدرت جایی نداره. پس فرق براندازی هستش با گذار، با عبور، با تغییر، همه این اصطلاحی که میارن که تمام برای فرار از براندازیه. من دعوت میکنم از همه دوستان بذارید کنار این دست و پا زدن. عزیزان من، مردم براندازی میخوان، مردم میدونن چی میخوان. نمیتونید با هیچ روشی، نتونستید مقبولیت ایجاد کنید یا بزنید تو سر براندازی. بابا مردم، جوانای نسل من میگن براندازیم، چطور میخواد جلو این بیستی؟ ما براندازی میخوایم، نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر. ما براندازیم، براندازی میخوایم، معناش هم میدونیم. پیام فضلی داره با معلومات نظری دقیقا برای توضیح میده فرق براندازی با بقیه اون انحرافاتی که شما میگید چیه. فرق داره. اگه فرق نداشت مردم میومدن تو خیابون میگفتن عبور میخوایم یالا، گذار میخوایم یالا، یالا یا تغییر رژیم میخوایم یالا. این حرفا نیست. حرکتی هم هست اجتماعیه، نه نظامی. یعنی تو تا زمانی که روی جامعه تأثیر نذاری پیروز نمیشی. باید شروع کرد کار رو، یعنی باید یه پایگاه مردمی ساخت. معتقدیم فیزیکی ترین کار، عملی ترین کار برای براندازی، در جهت براندازی، ساختن این پایگاه مردمیه. ساختن این پایگاه مردمی فیزیکی ترین کاریه که تو میتونی برای براندازی انجام بدی. پایگاه مردمی نداشته باشی، همون اتفاقات این 43 سال گذشته میفته، میهن پرستترین های ما تنها میمونن. و اما ما وقتی میخوایم گذار بکنیم از این دستگاه، منتها گذاری که بخشی از براندازیه، براندازی بخشی از گذار نیست، ولی گذار بخشی از براندازی هست. ما میخوایم براندازی کنیم تا گذار کنیم از دستگاه کشورداری کنونی، ولی گذار فقط یکی از زیر مجموعه هاشه. باز اینجا تفاوت اینه که میگیم وقتی میخوایم گذار کنیم به چی میخوایم برسیم؟ مانیفست براندازی جواب داره براش. به دو تا اصل میخوایم برسیم. یک، جدای دین از هسته های قدرت. ما میخوایم دین از همه هسته های قدرتش جدا بشه. ما میخوایم اسلام در ایران همون قدرتی رو داشته باشه که موش پرستی در ایران قدرت داره. ما میگیم دین نیازی به قدرت نداره. دین اگر واقعا طبق ادعای خودش، نه ادعای من که ارادتی ندارم بهش، ولی دین طبق ادعای خودش اگر آمده برای معنویت، برای لذت عبادت و نیایش، این لذت که نیازی به قدرت نداره. خب کسی که دین داره میره استفاده میکنه و از معنویت و از عبادت و نیایش خودش در مسجدش، کلیساش، آتشکدهش، غیر اونا لذت میبره. چرا زرتشتیگری نمیاد ادعا کنه بگه قدرت میخواد ولی اسلام میخواد؟ برنامه قبلی منو ببینید، از دوره صفوی، از 1501 میلادی، اسلام تشیع، دستگاه تشیع خیز برداشت برای هسته های قدرت. در اصل اول مانیفست براندازی ما میگیم پنج هسته قدرت داریم: هسته های قدرت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی.
اونهایی که میگن دین باید از سیاست جدا بشه دارن به یکی از این پنج هسته اشاره میکنن، ولی هستهای قدرت سیاسی فقط یکی از این پنج هسته است. ما میگیم دین هسته قدرت فرهنگی هم حق نداره بسازه، مثل فتوا حق نداره حق فتوا داشته باشه. خمینی برای اینکه بیاد فتوای قتل سلمان رشدی رو بده نیازی نداشت که حکومت تشکیل بده، نیازی نداشت که هسته قدرت سیاسی رو داشته باشه. در ایران از 1501 میلادی تا الان هسته قدرت فرهنگی ساخته برای خودش دستگاه تشیع. نه، اصل اول مانیفست براندازی میگه جدای دین از همه هسته های قدرت، جدای دین از هسته های قدرت، پنج کلمه است، جدای دین از هسته های قدرت. تعمدن من پنج کلمه ای طراحیش کردم چون نماینده این پنج هسته قدرت بود. هسته های قدرت اقتصادی، دین حق نداره که یه بخش عظیمی از زمین ها و ابنیه و همه چی در اختیار خودش داشته باشه. موقوفات، نزورات، خمس، زکات، هبه های اسلامی، همه اینا رو باید در اختیار مردم قرار بده. به هیچ عنوان نهاد دینی حق داشتن هسته قدرت اقتصادی در ایران آینده ندارد. طبق مانیفست براندازی هیچ گونه هسته قدرت اقتصادی برای دین تحمل نمیشه. حق داره مسجدشو داشته باشه، زندگیشو، حسینیشو، غیره اینا، ولی حق مالکیت اقتصادی و تشکیل هسته قدرت نداره دستگاه دینی. اینجا این حرف من بسیاری از این اراذل تروریست سپاه یا کسایی که دارن پول میگیرن از دیگران، دستشون تو جیب خودشون نیست، یا کسایی که نفعی در دستگاه تشیع دارن، پسر آیت الله هم غیر و اینا رو به هم میریزه. میگن این پیام فضلی هم اگه بتونیم مثل فریدون فرخزاد دخلشو بیاریم بهتره، چون خفه خون بگیره مردم آگاه نکنه. مردم عزیز، در ایران این دستگاه تشیع و تمام اموالی که چاپیده باید پس بده. غلط کرده که هسته قدرت اقتصادی داشته باشه. مثل بقیه ادیان در ملبورن استرالیا، در پاریس فرانسه، حق داره یه سری مکانها داشته باشه، یه سری جاهایی داشته باشه، عبادت کنه، نیایش کنه. حق نداره هسته قدرت اقتصادی داشته باشه. و بعد میرسیم به اون هسته قدرت سیاسی و نظامی. این دوتا هم که طبیعتاً حق نداره داشته باشه، حکومت تشکیل بده و نمیدونم دستگاه نظامی مثل بسیج و هشت و شعبی و از این مزخرفات رو درست کنه، سپاه تروریستی پاسداران اسلام. جالبه، همین دیروز پریروز، من همیشه یک ساله دارم میگم سپاه تروریستی پاسداران اسلام، همین دیروز پریروز یکی از این رزاله های داعش شیعی از این فرمانده سپاه اومده گفته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپاه پاسداران اسلام است. سپاس، مرسی که حرف من تایید کردید، من میدونستم خودتون فقط خودتون لو میدید بیشتر. سپاه پاسداران اسلام جایی در ایران نداره. ما در ایران فقط میتونیم سپاه پاسداران ایران داشته باشیم. اگر تو سپاه پاسدار چیزی جز ایران هستی، گورت رو باید نه فقط از ایران گم کنی، بلکه از روی نقشه جهان محو میشی. اینو تاریخ چند هزار ساله ایران نشون داده. کدوم اراذلی بوده که اومده جلوی ایران ایستاده و الان هستش؟ همشون رفتن ولی ایران موند. تو هم میری، ایران میمونه. و اصل دوم چیه؟ ببینید، اصل دوم ما اشاره به موضوع بسیار بنیادینی داره. یه بار من به دوست عزیزم گفتم که ببخش من پنجره رو چک میکنم یه بار من به دوست عزیزم گفتم که عزیزم، ما تضمین حقوق اساسی شهروندی رو میخوایم برای همه ایرانیان. و این دوستم به من گفت که خب علاوه بر حقوق اساسی شهروندی ما چی میخوایم؟ ما دموکراسی هم میخوایم. اونجا من خیلی به نوعی میتونم بگم که متوجه شدم که وای، ما باید خیلی کار بکنیم روی این قضیه. حالا بتونم میگم، با علی ابراهیم زاده صحبت میکردم، پسر خیلی خوبی علی ابراهیم زاده، واقعا داره کارهای درست میکنه، کارهای عملی میکنه، ترسی هم نداره، راحت حرف واقعی میزنه. بسیار از حمله هایی هم که بهش میشه دقیقا به همین دلیله که چون ضد اسلام صحبت کرد، اومد توی من و تو اومد گفت که مانع رسیدن به زندگی نرمال اسلام است. درست هم گفت، خیلی هم دقیق گفت، خیلی هم خوب گفت. و از اون لحظه به بعد حمله ها شروع شد، باندای مختلف بهش حمله کردن و سمپاشی کردن. بعد منم از لحظه ای که ضد اسلام صحبت کردم به حمله کردن.
ببین ضد اسلام صحبت کنی، اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون با هم میزنن، میشی فریدون فرخزاد. ضد اسلام صحبت کنی میشی تمام این کسایی که این چند ساله قصابی شدن تو این 100 سال اخیر، میشی احمد کسروی. تو از لحظه که ضد اسلام صحبت میکنی یعنی در واقع خودت رو در معرض کشته شدن قرار دادی، چون اپوزیسیون و رژیم با هم میخوان بکشن. حالا به علی گفتم که حقوق اساسی شهروندی قرن 21 برای همه ایرانیان میخوایم، گفت و دموکراسی. اینجا من یه دفعه گفتم ای بابلا، باید پس اینو برای دوستان توضیح بدیم. یکی از حقوق شهروندی، یکی از حقوق اساسی شهروندی، یکی از 10 ارزشی که ما از Age of Enlightenment دوره روشنگری بیرون اومده برامون، حقوق بشر. یکی از حقوق بشر، یکی از Human Rights، حق دخالت در سیستم کشورداریه، حق سهم داشتن در تصمیم گیری های کشورداریه که میشه دموکراسی. دموکراسی یکی از حقوق بشره. این خیلی مهم، اینه که من دارم خدمت رو عرض میکنم، این که دموکراسی یکی از حقوق بشره. یه صرفه بکنه ببخش، چون برنامه زنده است نمیخوام، خصوصا تو آخر شب هم هستش، اگر صدای صرفم بیاد ممکنه کسی داره با هدفونی چیزی گوش میده و باعث ناراحتی بشه. دموکراسی خودش یکی از حقوق اساسی شهروندیه و ما اگه این حقوق اساسی شهروندی رو تعبیه نکنیم، خیلی نمیدونن ما داریم چی میگیم. میگه دموکراسی میخوایم، حواست نیست. دموکراسی به تنهایی هیچ ارزشی نداره. دموکراسی زیر مجموعه حقوق اساسی شهروندیه. حالا براتون توضیح میدم. ببینید 10 تا ارزشی که بهش میگن ارزش های لیبرال کلاسیک. این لیبرال کلاسیک با اون لیبرالیسمی که مثلا الان به عنوان چپ غربی مود شده اصلا چیز نیست، الان دیگه همسان نیست. الان اتفاقا در مثلا آمریکا ریپابلیکن ها که کانسرواتیو ها هستن، اونا پرچم داره ارزش های لیبرال کلاسیک هستن. هیچ کس باورش نمیشه دیگه همچین اتفاقی تو قرن 21 بیفته. خود اون دموکرات های آمریکایی که مثلا چپ غربی هم و اسمشون لیبراله، اونا ضد ارزش های لیبرال کلاسیک هستن. اونا اتفاق خود این یه برنامه باید وجود داشته باشه براش من توضیح بدم همشون، ولی خب مربوط به سیاست جهان میشه، مربوط به ایران نمیشه، ولی حتما باید توضیح بدم. چه بسا الان بعد از همین این برنامه توی کلاب هاوس ادامه شاید اینو توضیح دادم. ببینید ما 10 تا ارزش اصلی بود که از توی عصر روشنگری Age of Enlightenment اومد بیرون برامون و تا امروز شالوده و بنیان تمام دموکراسی های غربی مثل قانون اساسی استرالیا، کانادا، آمریکا، فرانسه بر اساس این 10 تا ارزشه. ارزش یعنی value رو با اصل یعنی principle اشتباه نگیرید. principle مرام، اصل اون دوتا اصل ماست که یک جدای دین از هسته قدرت، دو تضمین حقوق اساسی شهروندی قرن 21 برای همه ایرانیان. حالا حقوق اساسی شهروندی قرن 21 چی هستن؟ حقوقی هستن که بر مبنای این 10 ارزشی که از عصر روشنگری اومده بیرون به همه این شهروندها، چه شما در ملبورن استرالیا باشید چه در پاریس فرانسه باشید، حقوق اساسی رو بهت میدن، حق اساسیته. حالا ممکنه توی جزئیات فرق داشته باشه، مثلا در ملبورن استرالیا شما خدمات درمانی رایگان داشته باشید، ولی در مثلا پاریس فرانسه شما خدمات درمانی رایگان نداشته باشید، باید بیمه بخری که داشته باشید. اونا حقوق اساسی نیستن. حقوق اساسی چی هستند؟ حقوق اساسی شهروندی 10 ارزشن که عرض میکنم خدمتتون. 1، به انگلیسی میگن civil rights. civil rights یعنی حقوق مدنی. 2، free speech. free speech یعنی چی؟ free speech یعنی آزادی بیان، به پارسی میگیم آزادی بیان. یعنی مثلا روزنامه شارلی هبدو میتونه کاریکاتور چه میدونم موسی، محمد، عیسی، ترامپ، مکرون، خامنه ای، هر کی دوست داشت بکشه. کسی نمیتونه بهش بگه که تو برای چی اومدی کاریکاتور مثلا پیامبر منو کشیدی، من سرتو میبرم. آزادی بیان بدین صورت هستش.
حالا جالبه، یه عده سینه سپر کرده اسلام میگن چه حق داشته شارلی هبدو رو کاریکاتور محمد رو کشته؟ خوب حق داشته، کشیده دیگه. اگر سواد نداری، اگر بیماری، حداقل نگاه کن، حق داشته کشیده. درسته اون ترورش کرده، ولی خب قانون اساسی حامی و حافظ حق اونه. دانمارک، فنلاند، نروژ، همه اینا. سه، فری مارکتس، بازار آزاد، یکی از حقوق اساسی، ارزش های اساسی توه که تو باید دسترسی به بازار آزاد داشته باشی، نه بازاری که رانتی باشه، بازاری که هر قسمت یه نفر دست روش گذاشته باشه. پنج، اونا میگن جدایی کلیسا از دولت، ما میگیم جدایی دین از هسته های قدرت. شیش، توازنی بین قوای حکومتی، یعنی مثلا قوه قضاییه نباید مقهور قوه مجریه باشه، یا قوه مجریه نباید تابع قوه مثلا قضاییه باشه، نباید هر کدومشون استقلال داشته باشن، هیچ کدومشون نباید کسی یه قوه، یا مثلا اینجوری بگم، مثلا دو تا برادر رو بذاره رو مجلس و یه برادرم بره بالای قوه قضاییه، هر غلطی خواستن با هم دیگه بکنن. کپیتالیسم، سرمایه‌داری، سرمایه‌داری یه حق اساسی شهروندیه، تو حق داری سرمایه داشته باشی. حالا یه مش چپ بیان اصلا فهمی از ارزش‌های عصر روشنگری ندارن و میگن ما باید ضد کپیتالیسم باشیم، ضد سرمایه‌داری باشیم. سرمایه‌داری حق اساسی شهرونده. freedom of religion، آزادی ادیان، تو موش پرست باش، هر چی باش، گاف پرست باش، مسلمون باش، زرتشتی باش، یهودی باش، حق توه که آزادی ادیان داشته باشی. حکومت باید حفظ کنه حق آزادی ادیان تو. ارزش بعدی limited government، یعنی حکومت باید محدود باشه حوزه نفوذش در زندگی افراد. ارزش بعدی freedom of the press هستش، یعنی آزادی مطبوعات. آزادی مطبوعات بخشی از همون آزادی بیانه، ولی آزادی مطبوعات اینقدر مهمه که اومدن یه ارزش مجزا براش تعریف کردن، freedom of the press، یعنی روزنامه ها حق داشته باشن برن کنکاش کنن، پرسشگری کنن، بررسی کنن. کسی نمیتونه بهشون بگه تو چرا داری پرسشگری میکنی، داری تفتیش عقاید میکنی. تفتیش عقاید زمانی که تو طرف رو داری شکنجه میکنی، ولی اگه بری پرسشگری کنی حق تو، یه ارزش اساسیه، حقوق اساسی شهروندیته. و آخریش هم، دهمیش هم، human rights، حقوق بشر. اصل دوم مانیفست براندازی که میگه تضمین حقوق اساسی شهروندی قرن 21 برای همه ایران، داره به این 10 ارزش اشاره میکنه. همون حقوق اساسی شهروندی که یک شهروند در ملبورن استرالیا داره، در پاریس فرانسه داره، در نیویورک آمریکا داره. من ایرانی باید داشته باشم، هر احدی که بگوید نه تو نباید داشته باشی، ایران همسایه عراق، ایران همسایه طالبان، ما نمیتونیم، ما نمیشه، ما در حدی نیستیم، غلط کرده. با کل نیاکانت، با اون کسی که زاد و ولد تو رو بعد از قادسیه پس انداخت. من یک انسانم، من این حقوق رو دارم. دوره عصر روشنگری بعد از چندین قرن ما رو به اینجا رسونده. امیدوارم که اینا رو تبیین کرده باشم. وقت ما تمام شده. اگر پرسشی داشتید لطف کنید که بیاید در کلاب هاوس، الان گروه رو داریم. از سینای عزیزم خواهش میکنم که آدرس ها رو نشون بده. حتما توی کلاب هاوس تنها نذارید که با هم دیگه باشیم، بتونیم این بحث ها رو محکمتر و قویتر، این پایگاه مردمی بسازیم و کنار هم دیگه باشیم. سپاس که بودید. امیدوارم که برنامه مفیدی بوده باشه. تا پنجشنبه 8 صبح به وقت تهران در کلاب هاوس و در تلگرام با شما خواهم بود. بدرود.